سلام، کوک چند عضو هیئت رئیسه مجلس از دست ما دلخور شده که چرا گفتیم مجلس رفته تعطیلات. گفته نماینده‌ها در تعطیلات هم به کار مردم رسیدگی می‌کنند. ما رسما عذرخواهی می‌کنیم که برای تعطیلات مجلس از واژه تعطیلات استفاده کردیم و از طرف هیئت رئیسه صرفا جهت اطلاع اعلام می‌کنم نماینده‌ها حق دارن علاوه بر اون یک هفته در ماه که میرن سرکشی و حوزه ها، یک ماه هم در سال برن تعطیلات تابستانی، نوش جونشون. همچنین هیئت رئیسه صرفا جهت اطلاع اعلام میکنه سایر قوا مثل قوه قضاییه و مجریه به هیچ عنوان حق ندارن برن تعطیلات تابستانی. چرا هم نداره؟ همینه که هست. برای چی وله رفتین؟ این که مطلب قبلیه. آقای کوکن در ادامه همون اعتراض گفته هر نماینده طی دو ماه روزی با 12 تا 18 هزار نفر ملاقات میکنه. واقعا دل آدم کباب میشه، چون با این حساب اگه هر ملاقات 3 دقیقه طول بکشه، هر نماینده باید جلسات مجلس رو نره، هیچ کار شخصی نکنه و تمام دو ماه روزی 10-15 ساعت فقط ملاقات مردمی کنه. پس لابد نماینده هایی که مدام جلسات و قایبن و علی لاریجانی هم حسابی از دستشون شاکیه، بنده خداها دارن ملاقات مردمی میکنن صبح تا شوم. سوریان که طلایی شد، خیلی‌ها ریختن سر سازمان صدا و سیما که چرا قهرمانی رو مستقیم پخش نکردی. سازمانم انکار که نخیر، مستقیم پخش کردیم. خبرنگار صرفا جهت اطلاعی آمار که گرفتید، بله بچه‌ها مسابقه رو با 20 دقیقه تأخیر پخش کردند. 20 دقیقه هم که از نظر دوستان قابلی نداره، اینه که صداش هم در نیاوردن. سفیر انگلیس بعد از اینکه از هر کس درخواست ملاقات کرد جواب رد شنید، لوح کروش رو زد زیر بغلش آورد خدمت رئیس میراث فرهنگی و گفت این لوح 4 ماه باشه پیشتون، با هم حالشو ببریم. سفیر انگلیس هم دعوت بود؟ بله. بعد برای تشکر دعوت کرده بودی؟ خیر. برای چی اومده؟ ما همه سفرهای خارجی رو دعوت کرده بودیم. یعنی در ادامه همون دیپلماسی عمومیه یا اینکه دیپلماسی فرهنگیه؟ ما معمولا در تمام مراسماتمون سفرهای کشورهای خارجی رو دعوت می‌کنیم. زمنان میگن این آقای کوروش که این روزها چفیه هم به گردنش انداختن، ریش گرو گذاشته که آقای مشایی از سر تقصیرات این آقا روباه انگلیس بگذر. این که مشایی چی جواب داده و کی دنبال چی و چی دنبال کیه، راستش ما هم بیخبریم. صاحب این اینک آفتابی علاقه زیادی داره به این جمله. بعدن هم که میای سراغش دوباره میگه مصاحبه رو یه روز دیگه میشن. شما همیشه به ما میگید یه روز دیگه، ما مشتاقیم که شما رو تو این بستمون یه جوری شریک کنیم. حساب این بعدن گفتناشو بعدن میرسیم، منتها این بار به زورم شده لطیفه سیاسی ازش گرفتیم. در اون دستبوسی که ایشون از معلم دوران ابتداییشون داشته، معلم کلاس اول که دستشون رو بوسیده بودن، یه پیرزنی بود. میگم بعدن نیرو انتظام یه دختر پسر یا تو یه پارک گرفته بود، میگفت چیکار میکردی با هم دیگه؟ پسره میگفتش که ایشون معلم کلاس اول من بود. حسرت به دل مامون یه مراسم نکشه به دقیقه 90. همیشه در روزها و ساعتهای افتتاحیه ما شاهد چنین مناظری هستیم. اینجا نمایشگاه کتاب و نوشت افزار هست و خیلی از غرفه ها هنوز خالی هست. البته جای شکرش باقیه که اگه نمایشگاه آماده نیست، ولی غرفه شامپو، لیف و صابون تو نمایشگاه لوازم التحریر کاملا آماده خدمت رسانیه. مقامات زیاد اهل عذرخواهی کردن نیستن، ولی ما هستیم، پس بازم عذر میخواییم. چرا؟ هفته گذشته که آقای احمدی نژاد برای آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و خلاصه کل دنیا نماینده ویژه منصوب کرد، ما با آقای متکی پیشنهاد کردیم آقا شما که اونجا دیگه کاری نداری، بیا بشو نماینده ویژه صرفا جهت اطلاع در وزارتخونه با حقوق بالا. منتها نمیدونم چی شد که یک بار احمدی نژاد همه نماینده های ویژه‌شو تبدیل کرد به مشاور. آقای بهداد گویا یه مصاحبه کردن با رضوان، گفتن عوض شده مشاور. خب اگر بهتر گفتن لابد درست گفتن دیگه. با این حساب استخدام متکی هم در صرفا جهت اطلاع لغو میشه، از حقوق چند میلیونی هم خبری نیست. متکی جان شما همون وزیر بمون بهتره. مردانی برای همه فصول، مردانی برای اقتصاد، فرهنگ و سیاست. شما چند تا سمت بنایی بقایی؟ چند تا سمت نظر بد داشته باشی؟ نظر ما رو میخوای 7 تا 8 تا 9 تا؟ شما چجوری میرسید به این همه کار؟ یه کارتون میبینید مثلا این کارتون فرهنگیه، اونجا اقتصادی میشه توی
یکی از اصول مدیریت که متاسفانه شد تو کشور ما بعضی بیشترین تفویض اختیار نظارت و مدیریت و ساماندهی و برنامه ریزی، یعنی بعضی از مدیران ما که گاهی اوقات از کم بوده وقت گله مندن به خاطر تفویض اختیار نمی کنن. پیام اخلاقی این قسمت: با تفویض اختیار میشه یه سمت اقتصادی داشت، همزمان یه سمت فرهنگی و یه مسئولیت سیاسی هم چاشنیش کرد. کارا هم تفویض میکنیم به بروبچ میره پی کارش. وای به حال قاضی و متقاضی. یه قاضی آقا چند پرونده رو باید در ماه بررسی بکنه؟ حداقل بین 150 تا 200 پرونده است که واقعا زیاده و استاندارد کاری که برای ما اعلام شده برای قضات ما حداکثر 80 پرونده است. مثلا یه شعبه 2000 تا پرونده داره، چه تعداد میتونه مخدومه داشته باشه؟ راستش خواستیم یه مطلب طنز درباره این ماجرا بگیم، دیدیم نمیشه. آقا یکی به داد این قاضیا برسه، بلکه قاضیا به داد متقاضیا یعنی شاکیا برسند. مردن این ملت تو این راهروهای دادگاه ها. سی شب تموم سر افطار تو جراحت یا جنازه تحویلمون دادن، یا آتش سوزی و تصادف و بی‌احترامی به بزرگترها. خلاصه با هر روشی بود اعصابمون رو ریش ریش کردن. تو کجا رفتی نشتی؟ خب بالاخره یه بخش خوبی ها رو نشون میدیم، یه بخش هم بدی ها رو نشون میدیم. یه خود سوال لوسیه به نظر من که این روزا زیاد مطرح شده. همه پس انتقاد میکنن که همش سریال انتقاد میکنن، انتقاد کردن که چرا سریال ماه رمضون همش تلخ بوده. یه مهربون تر از مادرم، سریالی که 80 خورده درصد بیننده داشته و 90 خورده رضایتمندی، جواب حرفش رو زده دیگه. میگم خود این دوستان بالاخره یه سری هم هستن که شغلشون قرض زدن دیگه، هر کسی شغلی داره دیگه. نویسنده جراحت ظاهرا خودش همین سریال رو دیده، چون اعصابش به شدت خط خطیه. اما معاون جدید آقای زرقامی حواسش جمعه. وقتی بر ما این انتقاد رو داشتن که در به اصطلاح موقع افطار سریال طنز یا سریال به اصطلاح مربوط به ملکوت رو اگر پخش می‌کردیم چه بسا بهتر بوده باشه. لطیفه سیاسی آیتم جدید صرفاً جهت اطلاع. اگه سیاست مدارید یا احساس خوشتیپی میکنید یا زیادی گاف میدید یا به هر علتی حس میکنید گذرتون به گذر ما میخوره، یه نکته لطیفه خاطره سیاسی تو ذهنتون باشه لطفاً. الان حضور ذهن ندارم، دفعه بعد میخوای بیارم برات. یکی از کسایی که در دولت مسئولیت داشته به چند نفر از وزرا که در حقیقت خارج از کشور بودن به صورت شوخی زنگ میزنه و میگه که آقای رئیس جمهور شما رو به عنوان معامل اول میخوام معرفی کنم، سریع خودتون رو برسونید. وقتی اونا بر میگنن به کشور ببینن از چه خبری نیست. وزیر خارجه با وزیر خارجه بورکینافاسو دیدار میکنن. اواسط کار پرچم روبروی وزیر آفریقایی عوض میشه. نگو پرچم اشتباهی بوده. این که ما پرچم اشتباهی گذاشتیم جلوی این بنده خداها نشونه حواس جمع بچه های وزارت خارجه است. منتها این که هیئت بورکینافاسوی 2 ساعت تمام یه پرچم اشتباهی جلوشونه، صداشون هم در نمیاد، این دیگه قوغاست. خداحافظ.